نظام قرون وسطایی خود را از همان ابتدا روی دو پا بنا کرد. سرکوب در داخل و صدور تروریسم به خارج. دخالت در امور سایر کشورها زمینه‌ساز تضاد کشورهای دیگر با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شد. تحریکات مستمر خمینی از همان ابتدای سال 58 علیه عراق زمینه‌ساز جنگ خانمانسوزی شد که خمینی آن را مائده آسمانی خواند. در اصل‌های 3، 11 و 154 قانون اساسی رژیم، صدور بنیادگرایی تحت عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان یا وحدت جهان اسلام مورد تایید قرار گرفته است. خمینی در وصیت‌نامه خود خواهان برانداختن حکومت‌های تمام کشورهای مسلمان و اخراج زمامداران آنها و تشکیل یک دولت اسلامی با جمهوری آزاد و مستقل شده است. خامنه ای هم همین خط ضد بشری خمینی را ادامه داد و نیروی تروریستی قدس که بیش از ربع قرن پیش تأسیس شده ابزار سیاست صدور ترور و بنیادگرای رژیم آخوندی است. دیکتاتوری ولایت فقیه سال هاست که آرزوی تشکیل یک هلال شیعی را در سر می پروراند و سرمایه های مردم ایران را صرف تحقق همین آرزوی تجاوزکارانه می کند. طبق تحقیقات 6 ساله‌ای که نتیجه آن در ژانویه 2013 در نیویورک تایمز منتشر شد، ردیابی هر پوکی که در جنگ‌های آفریقا مصرف شده به ایران راه می‌برد. نتیجه این سیاست بنیادگرایانه و ایران برباده را اکنون به وضوح می‌توانیم ببینیم. پیشبرد یک جنگ خانمانسوز در عراق، دخالت در سوریه و کشتار و ویرانگری در آنجا با دستاویز دجالگرانه دفاع از حرم، دخالت در یمن با مزدوران حوثی و گسیل موشک به آنجا و دامن زدن به جنگ داخلی، دخالت در عراق و ایجاد درگیری و کشتار، خیانت به آرمان فلسطین و ایجاد دو دستگی در آنجا، دخالت در لبنان با مزدوران خود با نام حزب الله و صدها پروژه تروریستی دیگر. اینها همه وجود مختلف همان چنگ اندازی تروریستی آخوندها به منطقه است که خامنه‌ای به آن عمق استراتژیک میگوید. دیکتاتوری ولایت فقیه بانکدار مرکزی تروریسم است و 4 دهه است که به صدور تروریسم دولتی اشتغال دارد. این در حالی است که مطابق ماده 1 فصل اول منشور ملل متحد بر روی حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید شده و بر روی اقدامات بین المللی علیه هر گونه تجاوز تصریح شده است. مقاومت ایران از همان آغاز رو در روی سیاست خائنانه آخوندها ایستاد و مطابق میثاق‌های شناخته شده بین المللی در راستای سیاست صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز گام برداشت. طرح صلح شورای ملی مقاومت با عراق پس از خروج عراق از خاک ایران و پذیرش قرارداد 1975 الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات صلح توسط این کشور نخستین قدم در این راستا بود. مقاومت ایران در سال 1372 با انتشار کتاب بنیادگرایی اسلامی تهدید نوین نسبت به تهدید بنیادگرایی هشدار داد و اعلام کرد هدف رژیم آخوندها از ساخت بمب اتمی نیز صدور بنیادگرایی و تضمین بقای خودش است. متاسفانه این هشدار به دلیل سیاست مماشات جدی گرفته نشد و جهان عواقب تلخ و ویرانگر آن را بعد از 3 دهه تجربه کرد. مطابق برنامه 10 مادهی مریم رجوی، ایران فردا یک ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود. تعهد مقاومت ایران به منشور ملل متحد یک تعهد تاکتیکی نیست. این تعهد ریشه در اعتقادی عمیق به حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و دیگر ارزش‌های جهان شمول دارد. که ایران